دکتر، خب این که حضرت آقا گفتین به خاطر گرونی هر میوه‌ای نمیخورن برای سلامتیشون مضر نیست، به هر حال خب تو این سن و سال. خب من همیشه همین مسئله رو خدمتشون عرض میکنم، ولی خب ایشون رویه‌های خاص خودشون رو دارن. به هر حال پس من همین رو دیگه تو گفتگو سوال میکنم، شما هم لطف کنین و توضیحش رو بفرمایید. بله خوبه. البته داستان بیماری فرزندشون هم که خانومشون نزد من آوردن میگم، منظورم زمانی که طفل بودن، الان که ماشاءالله بزرگ شدن، تشکیل خانواده دادن. حتما دکتر، اینا رو حتما بفرمایید، برای مردم جالبه. خب زوایاییه که از زندگی رهبری که خب مردم نمیدونن و دوست دارن بدونن، جالبه دیگه، برای خود منم جالبه. انشالله. حالا دکتر یک سوال هم که هست و برخی رو به هر حال نگران کرده، اونم وضعیت سلامتی حضرت آواس. خب ایشون یک بار تو جریان عملیات تروریستی مجروح شدن، یه بار هم عمل جراحی داشتن دیگه، اونم سنگین بود، فکر کنم سال 92 بود یا 93. الان هم خب در آستانه 85 سالگی هستن، البته 85 سال شدن دیگه. بله الان فروردینیم، آره دیگه تولدشونه دیگه، بله شدن دیگه. حالا به هر حال این موضوع خود منم نگران کرده، این موضوع سلامتیشون، و این رو شما با عنوان پزشک شخصیشون میتونین توضیح بدین؟ والا سلامت اول برمیگرده به روحیه، که ماشاءالله و خدا رو شکر آقا به بقیه هم روحیه میدن، اما نگرانی ها برخی مواقع بیجاست. به هر حال حضرت آقا بیماریایی دارن که بعد مراقبت بشه. پرسش دنده اینه که واقعا این مراقبت ها صورت میگیره؟ این سخنرانی های مستمر، این همه فشار کار، استرس های خب طبیعی رهبری یک مملکت، خب اینها نگران کننده نیست؟ به هر حال ما حریف حضرت آقا نمیشیم کرد، اما به نظرم شما در گفتگوتون به این حوزه ورود نکنید. نه قربان، به این سرعت که طرح موضوع نمی کنیم. من دارم نگرانی خودم رو با شما در میون میذارم. شما نگران نباشید، حضرت آقا به حمدالله صحیح و سالم هستن، ما هم سلامتی ایشون رو تضمین میکنیم با این مراقبت ها و داروهایی که تجویز شده. قطعا تا زمستون، یعنی حداقل 8-9 ماه دیگه، هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد. اما خب بعدش دیگه انشالله دعای مردم بعد از اون شفا بخش باشن. چرا تا زمستون؟ پیشنهاد میکنم این بحث به ادامه ندیم، شما پرسش های دیگه تون رو مطرح کنید. معذرت میخوام آی دکتر، جسارتن آخه وقتی شما اینطوری میفرمایید، به هر حال آدم نمیتونه نگرانیش رو پنهون کنه. عمر دست خداست، انشالله که با دعاهای مردم و امدادهای حضرت برکت الله دست کم تا زمستون امسال هیچ اتفاقی براشون نمیفته. آیا کم کردن بار مسئولیتای رهبری میتونه تو بهبودیشون نقش داشته باشه؟ یعنی واقعا هیچ راهی نیست؟ خب آقا که به پرکاری معروفن، اتفاقا اگر دقت کنید ایشون کارها و فعالیتاشون رو تشدید هم کردن. همیشه هم وقتی خدمتشون میرسن میگن که وقت نیست دکتر. اگه توجه هم کرده باشین هیچ سالی آقا اینقدر دیدار نداشتن. البته این دیدارها هم با درد و فشار و این چیزهاست، برای اینطوری تشریف میبنن. شما خودتون به عنوان سرپرست تیم پزشکی ایشون چه اقداماتی برای حل این مشکل انجام میدین؟ خب به هر حال ما با دارو و مسکنای قوی تلاش میکنیم برای 2-3 ساعت جلسه و مراسم ایشون بتونن سرپا باشن و با انرژی همیشگی حرف بزنن و چهرهشون هم طبیعی باشه تا مردم خب به هر حال نگران نشن دیگه. عجب عجب. در هر حال خدا حفظشون کنه. انشالله دعا کنیم، دعا معجزه میکنه. همونطور که عرض کردم بهتر بریم سر پرسش های دیگه. بفرمایید شما. بله بله، عرض کنم خدمت شما که اگه موافق باشین بخشی از گفتگومون را به داستان همون طرح جنجالی شما برای کنترل جمعیت اختصاص بدیم، منظورم اوایل انقلاب را، موافقین؟ بله بله، موردی نداره، شما بفرسید من هم توضیحات رو میدم.